راله دی میوزیک او د دې کچر په حواله سره تاسو په لسی دي خاص کر دغه پښتون نی میوزیک او په خیبر ته چې خو سم مشکل نه شته ډیر مننه دی الله مروه را ډیر خوشاله شو دی او ان شاء الله بیا به ملاقات نه کیږي تاکي ویری مستر. خب استاد عزیز، قبل از اینکه با موسیقی از دیدگاه مولانای بزرگ بریم، از شما میپرسیم که پیام شما با هنر و هنرمند افغانستان در شرایط موجود چی هست؟ بگذارین شما در واقع دو بحث مطرح کردین. بله، خواستم آمیخته شوم. نقش عارفان و صوفیان ما در مورد موسیقی و یکی هم وضعیت موجود موسیقی در جغرافیای ما و در سرزمین ما. بگذاریم عرض بکنم که عارفان و صوفیان ما بودند که خوشبختانه موسیقی را که در نزد آدمهای متعصب و تنگ نظر چیزی از نظر افساده حتی حرام و مردود بود او را مابین جامعه بیارند و به اصطلاح مورد قبول عامه قرار بدن. از این لحاظ لازم است که مکسی بکنید، مخصوصا نام مولانا بزرگ شما گرفتین. ببینین پیش از حضرت مولانا هم عارفان و صوفیان ما علاقمندی خاصی به موسیقی داشته، حتی موسیقی را جزء از برنامه های عرفانی و برنامه های صوفیانی خود ساخته بودند. نوم اکثر کسانی که یا جدیان های تصوفی که با موسیقی رابطه داشتن گرفتن، مثنوی را هفتاد من کاغذ میکنه، از این ها صرف نظر میکنیم و مخصوصا میپردازیم به این که در نزد همین هموطن بزرگوار ما، هممگهن ما، حضرت مولانا 80 سال پیش موسیقی یک ارزش بسیار خاص، نه تنها ارزش خاص، بلکه موسیقی به عنوان عبادت و شهادت گفته شده. نه. که شما میدونید که عبادت، شهادت و ایمان در اسلام ارزش بسیار والایی داره و مولانا موسیقی را به شهادت و به ایمان تشبیه کرده، گفته که این علم موسیقی برای من چون عبادت است، من مؤمنم، شهادت و ایمانم آرزو. یعنی مولانا تا این حد به موسیقی دلبسته بوده که او در سطح ایمان و شهادت آورده است. و همین گونه خود مولانای بزرگوار غیر از این که اعتقادی به موسیقی داشت، مولانای بزرگ در پهلوی اعتقاد موسیقی خود موسیقی آشنایی داشت. در یکی از پیرای خود مولانا به 12 مقام یا 12 پرده موسیقی اشاره میکنه که فقط یکی دو بیت خدمت شما میخوانم که ای چنگ پردهای سپاهانم آرزوست، و ای نای ناله خوش سوزانم آرزوست، در پرده حجاز بگو خوش ترانه من. ببینین که این پرده ها رو نام میگیره، ای چنگ سپاهان مثلا، در پرده حجاز، نام از پرده حجاز میگیره، در پرده حجاز بگو خوش ترانه من، هدهدم سفیری سلیمان آرزوست. در 5 بیت این غزل از 12 مقام و 12 پرده موسیقی یاد میکنه. گذشته از این که مولانا در این و در شعرهای دیگر آگاهی از موسیقی دارد، خود مولانا تار می نواخت، رباب می نواخت و حتی امر کرد
و دستور داد که رباب که تا اون زمان 4 تا گوش دستور داد که رباب را 6 خانه بسازند، یعنی 6 تا بر رباب بیفزاید. اما متاسفانه امروز وقتی که شما در همون شهری که مولانای بزرگ موسیقی و سمار عام ساخته بود که حتی زنها و بانوان هم موسیقی می نواختن و تمام می کردن و حتی وقتی که مولانا در محفل بانوان شرکت می کرد دور گلباران می کردن. اما امروز متاسفانه وقتی در قونیه میرین او حال و هوای قرن هفتم نداره، دوران مولانا رو نداره. شهر قونیه امروز یک شهر بیحال مرده هست، شهری که تمام اطباق و شهروندانش از تقریبا از خان نعمت مولانا سفرهاشان رنگین است، اما هنوز اونجا زبان فارسی، شعر فارسی، موسیقی و همه آن پدیده‌هایی که در زمان مولانا عرش داشت امروز اونجا عرش نداره. همین گونه هست که متاسفانه در کشور ما هم چنان مصیبتی آمد که باید اینطور به این گونه تمام کوهتارهای فرهنگی جامعه حتی کوهتارهای اجتماعی و سیاسی به هم بریزه و از دنیای هنر بار دیگر آواره شده و بار دیگر زیر فشار زیر پیگرد قرارون قرار بگیره. این یک مصیبت بزرگ، یک مصیبت زیر افتاد و باید با این امر مجادله کرد. با امر من تصور میکنم که آنان، هنرمندان و تمام کسانی که به قبیله هنر تعلق دارند باید با هم یکی شوند و قیام بکنند، استادگی بکنند در برابر از این امر. تنها فرار کردن از این سرزمین، از این جغرافیا و موسیقی، هنر، سینما را یتیم کردن کار درست و شایسته نیست. باید همه هم صدا با هم از موسیقی، از تئاتر و از تمام پدیده های هنری دفاع بکنیم. تشکر دکتر صاحب. ما این صحبت با شما و با بیننده های عزیز دنبال میکنیم. برای اینکه از موسیقی گفتیم، اجازه بدین از انجری بسیار زیبای استاد معوش آهنگ مقبول از مولانای بزرگ که خود حضرت مولانا آنطور که شما فرمودین مثنوی مولانا با نی آغاز میابد و حدیث نی است، یک آهنگ زیبا مشنویم. برمیگردیم به شما و بیشتر از شما استاد گرامی مشنویم. استاد گرانقدر، حضرت مولانا موسیقی را از جنبه های مختلف دیده است و به تعبیرهای مختلف از موسیقی سخن گفته است. چرا بعضی ها موسیقی را در دین اسلام حرام حساب میکردن و در این مورد شما چی نظر دارین؟ آیا این فتوا از طرف کیها داده شده و سرگذشت و پیشینه تاریخی این مطلب اگر اندک روشنایی بدین؟ بعد تحریم کردند یا تحریم میکنند داستان درازی داره در طول تاریخ. نوچی از قرائت نادرست است که از دین و اسلام موسیقی نگیرین احمد جان در بگنم. بله، خدمتتان گفتم که موسیقی در نزد عرفای ما و در نزد صوفیان ما چنان حرمتی داره که مثلا در نزد مولانا تا بدان پایه هست که موسیقی را گفته پیش ما مثل یک عبادت است. این چند بیتی که خانم محوش خواندن بار نخست در
سیمینار خواندن که در رادیو افغانستان دایر شده بود برای بزرگداشت از مولانا، و تصادفاً در این سیمینار به مولانا شناس بزرگ کشور آلمان بانو انا ماریا شمل هم شرکت کرده بود. بگذارین چند سطر، چند کلمی درباره این چند سطر بگویم. این بیت هایی که خونده شد مجموعی اینها 18 بیت هست. این 18 بیت در آغاز شاهنامه آمده و در اونجی مخصوصا در نسخی که سالهای پتون پیدا شده از قونیه کمک تفاوت داره و این چنین است که بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند. و مولانا در این شعر خود به نی تشبیه کرده و مجموعا انسان کامل به نی تشبیه کرده که تمام دردها، اشتیاقها، آرزوها یک انسان در او متبلور شده. و این 18 بیت در واقع تمام شاهنامه، تمام مثنوی هستند. مثنوی در واقع تطبیق تمام این 18 بیت هستند. و عرفای دیگر ما هم اینها بودند که موسیقی را از حالت انزوا و تحریم بیرون کشیده. نقش عرفا و نقش خانقاها در شیوع موسیقی بسیار زیاد عمده بوده. اینها بودند که با موسیقی را در واقع به جای تحریم تنگ نظران تطهیر کردند. امروز هم ما به کسانی احتیاج داریم که با استدلال و با قرائت جدیدی و با قرائت درستی که از اسلام دارند موسیقی را از حالت تحریم و حالت تنگ نظرانی که امروز در اونجا بند آمده نجات بدهند. راه حلش این هست. اما اینکه چگونه شد که موسیقی را تحریم کردن، این تنها بحث موسیقی نیست، بحث تئاتر است، بحث سینما هست، بحث آموزش زنان هست. همه این بحث ها با هم رابطه دارن. وقتی که شما بانوان دختران اجازه نمیدین که درس بخونن، در حالی که در اسلام گفته شده که برای زن و مرد فرض است تدریس، و شما درس بخونین اطلب العلم ولو کان بالسین، حتی در فاصله های بسیار دور اگر در چین هم باشد شما درس بخونین، ولی چرا مانع درس میشین؟ همون کسانی که مانع درس و آموزش زنان میشن، همون کسا موسیقی رو تحریم میکنن، دروازه سینماها رو میبندن، دروازه تئاترها رو میبندن. هر چیزی که به حقوق انسان و به حقوق بشر مربوط باشه او را در مقابلش استادگی میکنند. این بحث موسیقی تنها نیست، بحث مخالفت با مدنیت هست. ما با آیتاکه در جغرافیای ما مواجه میشیم به یک مرحله پیشا اسلام، حتی پیش از اسلام که بسیار خوب بود، در مرحله بسیار ابتدایی که اونجی تعصب فرمان میران، شلاق و تعادلانه و دره فرمان میران. ما در چنین شرایط قرار داریم و این شرایط باید تبدیل کرد، و این شرایط باید برای کسانی که بنیانگذار چنین نهادهای هستند و حمایتگر این نهادها هستند، باید برای از اینا فهمان با جا شدن، با کشیدن صدای خود، با نعره از طریق تلویزیون ها، از طریق فیلم، از طریق داستان، از طریق شعر، باید در مقابل تمام این قرائت های نادرستی که صورت میگیرد از دین در برابر اینها استادگی کرد. این تنها موسیقی نیست.
بسیاری بحث‌هایی هست که امروز محتاج و شکافی هست، واکاوی هست، و اینها را باید علناً گفت که قرائتی که یک گروه امروز در افغانستان دارند، این یک قرائت و خوانش نادرستی هست از دین. دین هیچ وقت هم شما بزرگوار از احمد دادم که از نفس پاک شما بیشتر بشنویم و پیام داده شد با سران امارت اسلامی در افغانستان که به این موضوعات در کل توجه شده، به موسیقی، به هنر، به تئاتر، به وضع بسیار ناانجار هنر و هنرمند در داخل افغانستان. نوشته های شما بسیار زیبا هست، من نوشته های شما را تعقیب می کنم، ولی دوست دارم بیشتر وقتی که از نفس پاک شما و از آواز ملکوتی شما بشنویم. یک بار میخوام بسیار مختصر داستان پیر چنگیر و پیام عزیز را برای ما و بیننده های عزیز کوتاه حکایت کنیم. پیری که در داستان های مولانا چنگ میزد و بیشتر از شما میشنو. چنگی همان گونه که در مثنوی آمده است و در مثنوی خواندین، چونین است که خلیفه دوم حضرت عمر در خواب میبیند، و البته قبلا پیش از خواب خلیفه دوم باید گفت که یک چنگی بود که بسیار خوب چنگ مینواخت و در تمام محافل مجالس شرکت میکرد، اما وقتی که پیر شد دیگر او رو برای محافل و به مجالس شادی و سرور خود نمی بردن مردم. از این لحاظ این آدم منزوی شد، و اما از چنگ دست بردار نبود. چنگ می نواخت، می رفت در گورستان ها چنگ می نواخت. و حضرت خلیفه دوم در خواب دید که به او ندای می آید که برو در یک گورستان، مردی هست، پیرمردی هست، چنگی، و اینقدر مبلغ از بیت المال به این مرد چنگی بده. و خلیفه دوم میاید در گورستان، بسیار جستجو میکنه، در اثر جستجوهای زیاد بالاخره پیر چنگی رو پیدا میکنه و از داستان خواب میگه، و اینی که به او به اصطلاح در خواب در رؤیا چنین ابلاغ شده که باید به گورستان بیایه و این مبلغ رم از بیت المال به پیر چنگی بده. پیر چنگی از شدت خوشحالی به گریه میافته، و این داستان مولانا در اینجا میاره. داستان شاید داستانی باشه که مولانا خودش ابداع کرده باشه، چون این داستانی در تاریخ نباشه، اما نشان میده که عرفای ما تا چی پایه برای موسیقی ارزش قائل بودن، تا داستانهایی میساختن یا داستانهایی را از تاریخ برمیداشتن که در اونجا رابطی دین و رابطی رهبران دین با موسیقی رو میخواستن نشان بدن. در این داستان شما نشان میبینین که خداوند امر میکنه به خلیفه دوم که در گورستان میروی و به این پیر چنگی که از زبانها و از مجالس افتاده به این هم کمک مالی میکنی و هم دلداری میکنی، خودش رابطه دین با موسیقی نشان بده. رابطه حقیقت مطلقه که خداوند است با موسیقی نشان بده. موسیقی همون طوری که مولانا خودش میگه که پس حکیمان گفتن این لحنها، این لحنهای موسیقی از کجا ما گرفتیم؟ از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردچای چرخ است این که خلق می نوازندش به تنبور و به حلق. مولانا موسیقی جز هستی هست، در تمام جهان وجود داره، و این چیزی جدای از هستی ما، از روان ما، از هستی نیست. این نظر تقریبا
شبیه است به نظر فیثاغوریس فیلسوف یونانی که او معتقد بود که سیارات هم سرود می نوازند. این اندیشه از قرنها وجود داشته که موسیقی جزء طبیعت است، ذات طبیعت است و از نیازهای اولیه انسان ها هست، برای از اینکه انسان ها را با نشاط آشنا می سازه، حتی با هم آشنا می سازه. مولانا این دوگانگی که در موسیقی هست در همین نینامه گفته که نی همچنان می تانه که نی حدیث رای پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، نی می تانه دمساز باشد، نی می تانه غمساز باشد. از این جهت نی به معنای سیمبول یا نماد موسیقی، نی، چنگ، رباب، تمام این وسایل و ابزار که به کار میره، اینها مجموعاً موسیقی رو میسازند. و موسیقی در طبیعت هم شما ببینید به شکل زنده وجود داره، در صدای آبشار، در صدای پرنده ها. حتی فیلسوفی گفته که در این صدای رنگ ما موسیقی میشنویم. پس این تحریم کردن موسیقی تحریم کردن هستی است، همون گونه که هستی باید وجود داشته باشد با تمام ذات خود، موسیقی هم باید وجود داشته باشد. البته موسیقی همون موسیقی پاکیزه ایم که روان انسان را پالوده می سازه، نه اون موسیقی هایی که یاوه و باعث انحراف فکر و انحراف مسائل اخلاقی میشه. ولی موسیقی خوب، موسیقی پاکیزه و پولوده ضرورت است برای روان همه انسان ها. تشکر دکتر صاحب.